دشمن دشمن من، دوست من است، حتی القاعده. سیاست جمهوری اسلامی پس از 11 سپتامبر و حمله آمریکا به عراق و افغانستان. دوستانی عجیب و غریب به دنبال یک هدف. خروج آمریکا از منطقه و حمله به مردم عادی برای رسیدن به اهداف سیاسی. ولی سال 1399 وقتی نیویورک تایمز از ترور عبدالله احمد عبدالله به دست ماموران موساد در پاسداران تهران خبر داد، پارادایم تغییر کرد. مردی ملقب به ابو محمد المصری متهم به شرکت در بمب‌گذاری در سفارت‌های ایالات متحده در کنیا و تانزانیا که آن زمان شماره 2 القاعده بود. دو حمله تروریستی در سال 1377 که 224 کشته و بیش از 4500 زخمی به جا گذاشت. مقام‌های امنیتی آمریکا اعلام کردند او از 19 سال پیش در ایران تحت بازداشت بوده، ولی پس از حدود 12 سال حبس در محله پاسداران تهران آزادانه زندگی می‌کرده. مرداد 1399 رسانه‌های ایران از کشته شدن مردی به نام حبیب داوود، استاد تاریخ طبعه لبنان خبر داده بودند و وقتی گزارش نیویورک تایمز منتشر شد، سعید خطیبزاده، سخنگوی وقت وزارت خارجه ایران، آن را یک سناریوی هالیوودی خواند. اما دو ماه بعد از انتشار خبر نیویورک تایمز، مایک پامپئو، وزیر خارجه وقت ایالات متحده و رئیس سابق CIA، اعلام کرد ایران خانه القاعده شده. القاعده؟ القاعده پایگاه جدیدی داره به نام جمهوری اسلامی ایران. نادیده گرفتن پیوند ایران و القاعده به قیمت به مخاطره افتادن ماست. ما باید اون رو بپذیریم، باید باهاش مقابله کنیم و باید اون رو شکست بدیم. القاعده رهبری خودش رو در تهران متمرکز کرده. معاونان ایمن الظواهری امروز آنجا هستند و زندگی عادی دارند. الظواهری پس از کشته شدن اسامه بن لادن دومین رهبر القاعده بود که یک ماه و نیم پیش در افغانستان در حمله پهپادی آمریکا کشته شد. القاعده تا به امروز رهبر جدیدی انتخاب نکرده، ولی یکی از اعضای این گروه که شانس زیادی برای جانشینی الظواهری دارد فردی است به نام سیف العدل. پلیس فدرال آمریکا برای ارائه هر گونه اطلاعات که به دستگیر شدن سیف العدل منجر شود تا 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده و بنابر بعضی گزارش ها او در ایران زندگی می کند. گزارش هایی که جمهوری اسلامی تکذیب کرده. با این حال چند روز پیش عکسی در رسانه های اجتماعی از سیف العدل، ابو محمد المصری و ابو خیر المصری منتشر شد. عکسی که ظاهراً سال 2015 در بوستان جنگلی طالقانی تهران کنار بزرگ راه همت تقاطع مدرس گرفته شده. از بین این سه عضو ارشد القاعده تنها یک نفر زنده است. سیف العدل که اگر در تهران باشد و به عنوان رهبر بعدی القاعده انتخاب شود، ابعاد بیشتری از روابط ایران و القاعده آشکار خواهد شد. هومن میرقاسمی، لندن.